فساد در ایران نهادینه است و از دفتر شخص خامنه ای شروع میشه. گزارشی از تلویزیون الحره. يعني بداية ما هي الدلالات مطالبة بعض نواب البرلمان بمكافحة الفساد في إيران انطلاقا من مكتب المرشد علي خامنئي؟ تعدادی از نمایندگان مجلس رژیم ایران میخواهند که مبارزه با فساد در ایران از دفتر خامنه‌ای شروع شود. علت این درخواست چیست؟ حمزه غالبی، کارشناس امور ایران: فساد در ایران موضوعی است که میشود بر سر آن گفتگوهای زیادی کرد، به ویژه بعد از تظاهرات اخیر که علیه فساد بود. فساد در ایران به یک موضوع اصلی تبدیل شده است. خواسته هایی وجود داشت که در این مورد تحقیق شود. مسئله این است که هر طرفی طرف مقابل خودش را متهم می کند. اصلاح طلبان از اصولگرایان می خواهند که در این رابطه توضیح دهند، ولی سخت است که گروه های نزدیک به ولی فقیه در رابطه با فساد توضیح دهند. تلویزیون الحره: في كل مرة يخبر فيها الإيرانيون حكومتهم أنهم بحاجة إلى فرص اقتصادية أفضل ونظام حكم أكثر استجابة. به گفته ناظران، هر بار مردم ایران به رژیم میگویند میبایست شفافیت بیشتری داشته باشند، ولی کسی با آنها پاسخگو نیست. از نظر شما دلیل چیست؟ حمزه غالبی: این موضوع پیشینه طولانی دارد. به طور خاص دولت اخیر در ایران وعده داد که بعد از برداشته شدن مجازات های ناشی از توافق اتمی وضعیت بهتر می شود، ولی اقتصاد ایران بهتر نشد. به این دلیل اعتراضاتی علیه وضعیت اقتصادی به راه افتاد. باید بدانیم که اقتصاد در ایران با اقتصاد در سالهای گذشته تفاوت دارد. مردم به دلیل فساد و ظلم اجتماعی خوشحال نیستند. میزان بیکاری در ایران بیشتر شده است. We'll be right back.